کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز به کار 1500 مبلغ در 34 ولایت افغانستان در حال خبر داده است که هدف این کمپین را افزایش آگاهی عامه در مورد انتخابات افغانستان خواهد. تفسیر بشری موضوع را از خانم مکیه منیر خبرنگار صدای آمریکا و همکارم میشنویم که از استودیوی کابل با ما هستند. خانم منیر با سلام، با شما کمی بیشتر در مورد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات معلومات بدین و اینکه آیا اعضای این گروه به مناطق منزوی و قریه‌های افغانستان هم سفر خواهند کرد یا خیر؟ بله تشکر. کمیسیون مستقل انتخابات به تعداد 1500 فرد در بخش آگاهی عامه آموزش می‌دهد و قرار است که آموزش از اینا در روزهای آینده نزدیک تمام شود و اینا 1500 نفر روان میکنند به قریه ها و همچنان ولایت افغانستان در سر تا سر افغانستان و اینا بیشتر کمپاین های از یا دروازه به دروازه و همچنان قریه به قریه هست و بیشتر با شوراهای محلی اینا همکاری میکنند و یا صحبت میکنند و همچنان با شوراهایی که از طریق وزارت انکشاف دهات است و در حدود 35% از این مبلغین از اینا را خانما تشکیل میده و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم داشت که در حدود 50% مبلغ از اینا خانما باشه، اما باز هم اینا نتونستن، اما میگن که یک دستاورد بزرگ برای کمیسیون مستقل انتخابات است. بله، تفاوت آیا بین کمپین و کمپین های سابق در ساختار از او هم ارائه شده یا خیر، یا که شباهت زیادی به کمپین های گذشته خواهد داشت؟ بله، تقریبا شباهت زیاد به کمپاین های گذشته داره، اما زیادتر کمیسیون مستقل انتخابات میگه که ای بار اینا میخواین که مردم آگاهی بیشتر در مورد پروسه انتخابات به خصوص پروسه رایدی داشته باشن تا به خصوص خانما، و همچنان اینا میگن که سمینارهایی را در ولایات و در ولسوالی ها برگزار میکنن، بیشتر شب با خانما میباشه و همچنان علمای دین، چون علمای دین نقش بسیار مهمی در افغانستان دارن در پروسه آگاهی، و اینا میخواین که اینا نقش بسیار برجسته دهی بار در انتخابات داشته باشند و مردم تشویق کنند برای دهی و همچنان سهم گرفتن در انتخابات. و مورد دیگه که اینا گفتن که اینها یک تعداد اوراق رای دهی را یک تعداد اوراق چاپ کردن، اوراق تبلیغاتی است در مورد روز رای دهی و همچنان آگاهی مردم در مورد انتخابات که ایره هم بر مردم توزیع میکنن و هم در مورد پروسه روز رای دهی عملا بر مردم نشان میتن که اینا چه قسم باید رای بدن بر کاندیدا و ورق را در این مورد هم به چاپ رساندن. ممنون و تشکر از شما در قبال معلوماتی که ارائه دادین. ممنون شما. قابل تذکر است که کمپین مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شکل رسمی از فردا یکشنبه آغاز می‌گردد. امیدوارم پوشش همه‌جانبه و گسترده خبری رادیو و تلویزیون آشنا را در طول این پروسه فراموش نکنید.